یهویی کدوم اون دفعه هم بهت گفتم من اصلا الان شرایط مناسبی برای ازدواج کردن ندارم آخه. آره من احمق بودم اومدم خواستگاری. چی کار داره با آتیبت زنگ بزنه؟ آه ناسلامتی رفیق هم رفیق؟ ولش کن بسه بره بابا. فقط گهگداری چند تا بطری پودر پروتئین ازش میگیرم بین بچه ها تخص میکنم. فقط پودر پروتئین. زندان از دانشگاه اخراج شدم. حالا چی؟ دیگه داری مزخرف میگی یا ول کنی اقرا. اون کثافت کاری هم که باعث شد تو بیفی زندان ها کار اون بیشرف پیما بود. نه بخم دست رو من بالا میکنی تو صورت من میزنی به خاک سیاه میشونمت. بشین ببینم زنی بزن پولیس. پولیس رو بگی از مادر زاده نشده که دست رو من بلند کنه. حالتو میگیرم باستا بری چی کارت میکنم. خون میاد ایشون از آقا پسر شما شکایت داره. آقا شما رضایت میدی؟ همیگه ما بعض رضای دل منه مادر ندید بگیر قول میدم خودم عذابش کنم. شرمنده هاش خون شما مادرید دلت نمیاد این کار رو بکنی. لحظه خون به مغزم نرسید. خدا دای رحمانو برامون نگه داره به دادمون رسید. باید هرچی زودتر پول جور بکنیم. بنده خدا سندش آزاد شد. ببین استاد ایشون به خاطر یه اتفاق افتادن زندان. بعد هم اینقدر رفتارشون خوب بوده که عفو خوردن. این که دلیل نمیشه نتونه ادامه تحصیل بده. شما تقاضاتون رو بنویسید ما روش اقدام میکنیم. خبرتون. آقای مسلمی شمایید؟ سلام خوبید؟ راستش من دنبال کار میگردم. اگر از بچه های هم دوره خودمون کسی بود که میتونست یه کاری برام پیدا بکنه حتما بگید. ازم پرسید از بچه های دانشگاه کسی میتونه بهش کمک کنه. خب تو چی گفتی؟ چی؟ ولی بعدش یهو یاد تو افتادم. خب بی خود یاد من افتادی. سارا من دیگه به این آدم هیچ ربطی ندارم. کلی تلاش کردم که از ذهن خودم پاکش کنم.
بله بله باشه 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 حتما حتما خداحافظ خداحافظ امیر بلا آقای غلامی زنگ زد گفت مثل اینکه فاکتورشو ناقص فرستادی سه کارتون ماکارونی دو کارتون هم روب جا مونده همین الان براش بفرست باشه دست شما دهی نکنه بفرمایی بچه بفرمایی پیمان خدا بیامرز تو خونه شما بزرگ شد اما هیچ وقت هم مسلک و هم جنس شما نشد بعد از فوت مادرش زیر دست پدری بزرگ شد که همه کار براش کرد جز پدری خدا میدونه اگر قاسم و ریحانه زیر پر و بال این بچه رو نمیگرفتن تا به اینجاش هم نمیرسید خدا رحمتش کنه خدا رحمتش کنه انگار منم دست کمی از پیمان ندارم تا اومدم بیرون دست گل باب دادم شرمنده بابت سند فکر نمیکردم اینطوری بشه غریبی که نیست این منتی رو باشه خواهرزادمی تو فکر سندم نباش دیر یا زود مشکل حل میشه دوباره این سند برمیگرده تو همون کمود کنج و اتاق فعلا ما باید یه کار برای امیرعلی پیدا کنیم تا کارهای خودش را بیفته خب اگر بخواد میتونه همجا پیش خودم باشه برای من هیچی بهتر از این نیست که خواهرزادم کنارم باشه ممنون دایی ولی فکر نمی کنم اینجا کاری باشه که من از بستش بر بیام آره خب فضای اینجا با مذاق و تخصص شما جود در نمیاد حالا شما به دوست و رفیقاتون بسپاریم ما هم از استاد خواهش میکنیم یه مقدار سطح توقعشون بیارن پایین حتما چش چش بروی چش بفرمایید چایتون سر نشه دست شما خیلی متشکرم جمع و جور بگو ببینم قضیه چی بوده آقا واقعیتش این بنده خدا اومد پیش من گفت گرفتارم یه روز مرخصی میخوام گفتم خود تو برو من خودم به مهندس میگم اون تو یادم رفت بگم آقا شرمنده شما با خودتون نمیگین این کارخونه دوربین داره اصلا دوربینی چی نمیگین نگهبانی داره دستگاه حضور غیاب داره فکر این سرتون رو بندازین از اینجا بریم بیرون هیچ کس نمیفهمه رفته بودم واسه عمل چشم مادرم شما هم که مرخصی نمیدین مجبور شدم چرتیه خب من مرخصی ندم تو باید خودت به خود مرخصی بدی پس حقوقت هم خودت واریز کن دیگه من که نسخه پزشکی آوردم واسه تون شما باورتون نشد ببین من کاری به این حرفا ندارم یه بار دیگه این قضیه تکرار شد نمیزنم در این کارخونه بیه تو چشم آقا شهران برین سر کارتون خیلی ممنون سلام 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 خانم مهندس به به خیلی خوش اومدین چشم ما روشن سفر خوش گذشت حالا میگم اینجا چیزی شده بود دیگه مثل همیشه دیگه خانم مهندس پدر محترم شما نقش پلیس خوبه رو برداشته نقش پلیس بدر رو داده به من منم بدبختی مجبورم این میرغضب صبح تا شب با این کارگرا اره بدم تیشه بگیرم برای که امورات کارخونه بگذره آره خسروی یه چند دقیقه بالا کارتون داره منم در خدمتم بفرمایید راستش رو بخوام بگم من یه نفر خیلی خوشحال شدم از اینکه شما نتونستین بریم چرا؟ برای اینکه هرچی به شماها کمتر ویزا بدن به نفع ماست نیروی متخصص این وای میسین هم اینجا کارتونو میکنی جلوگیری از فرار مغزها بفرمایید یعنی شما الان دارید از من تعریف میکنی؟ میخوام بگم حالا اونور آبم همچین آش دهنسوزی نیست باور کن وضعیتشون بدتر از ما نباشه بهتر نیست اگه نظر منو میخوای که اصلا برای پول در بردن هیچ جا مثل اینجا نمیشه غیره اینه؟ شاید ولی به هر حال من باید برم فقط یه خواهشی ازتون داشتم اونم اینه که در غیاب من استاندارد تولید و تغییر ندید لطفاً اگه کیفیت پایین بیاد همین درصد فروشی هم که داریم از دست میره فقط کافیه یه پست علیه کارخونه تو فضای مجازی منتشر بشه اون وقت دیگه هیچ کس نمیتونه جمعش کنه اگه خدمتتون گزارش دادن که من نسبت به کیفیت محصولات کارخونه بی توجهم خلاف به عرضتون رسوندن چرا باید این کارو بکنم ولی این کار شده
یعنی شما تاریخ تولید محصولات رو دستکاری نکردین؟ اشتباهتون همینجاست خانم یوسفیان. شما که بهتر از من میدونین تمام سیاست اجرایی این کارخونه زیر نظر پدر شماست. هر تغییری هم با دستور ایشون انجام میشه. یکیش همین جایگزینی برای شما. در جریان که همین یکی دو روزه هم مستقر میشن دیگه. اصلا در مورد تصمیمات کلان من نقشی ندارم. من فقط یه اجرا کنندم. در مورد تاریخ تولید محصولات هم همینطوره. زیر نظر مستقیم پدر شماست. بیتون اول برای خانم امری نیست؟ نه چایتون یخ نکنم. چایی نمیخورم. خیلی ممنون از توضیحاتتون. با اجازه. ولی اگه تصمیم دارین ایران بمونین حتما زودتر به پدرتون خبر بدین. برای اون نیروی جایگزین میگم. ولی من که اصلا طرفدار تصمیم شما. ولی همچنان نظرم اینه که هیچ جا ایران نمیشه. بابا همین تهران خودمون با همه دود و دمش، با همه شلوغیش، با حال دیگه سر زنده است. من که عاشقشم. قاسم جان چی کار میکنی؟ این شعر که مال این سنگ نیست. باشه طوری نیست، پاکش میکنم. ولش کن قاسم جان، هنوز اسم براش ننوشتم. ازا باشه تا یه روز صاحبش بیاد دنبالش. این روزا خیلی به هم ریختم. هفت دستوالم تنگه، اگه نه از تو دریغ نمی کردم. نمیشه باشون حرف بزنی، شاید آخر شیطون پیادهشن رضایت بده. ایش فقط کسی که برده پول و اسیر نفسه توقع بزرگی و بخشش نداشته باشه. اون جوونه میبینی؟ یه قبر برای پدرش قرده 1,000,000,000 تومان. سنگ قبرشم من سفارش دادم از اون ور بیارم. سلام. سلام علیکم. خسته نباش. سلام مهندس. خبری شد؟ زنگ زدم. قراره تا آخر هفته برسه. باش. من یه چند روزی میرم مسافرت. یه زحمت بکش. اینو بده رو سنگ بنویسن. این دست آقا قاسم رو بنویسه. آقا چهره شما خیلی آشناست. شما رو جایی ندیدم؟ چه عرض کنم؟ حافظه من یاری نمی کنم.
شما آقای مسلمی هستی؟ بله. دبیر ادبیات دبیرستان هجرت. بله. آقا من شاگرد شما بودم. حامد ناصری، ته کلاس، شاگرد تنبله، لاک پوش. نه، یادم نمیاد. ولی خدا رو شکر برای خودت آقای شدی. آقا ما هرچی داریم از شما داریم. آقا میرزایی، همه بچه عاشق استاد بودن. هوای همه رو داشت. یادش بخیر. ما هم عاشق استادی. استاد من خیلی به شما مدیونم. هر جا هر کاری داشتی من در خدمتم. آقای میرزایی شماره منو داره. ممنونم. زنده باش. اجازه مرخصی میدین استاد؟ خیلی خوشحال شدم. با اجازه. آقا میرزایی خداحافظ. به سلامت. به امان خدا. چرا ازش کمک نمیگیری؟ این انقدر داره که چیزی ازش کم نمیشه. برو دیگه. آقای ناصری. جانم استاد. موفق باش. از اوضاع کارخونه سر در نمیارم. اونجا چه خبره؟ تو که دیگه اونجا مسئولیتی نداری. دو روز دیگه هم داری میری. نمیخواد فکر درگیری مسائل بکنی. کی میخواد بیاد جای من؟ قرار اتفاقای جدیدی بیفته؟ شاید. یه فکری تو سرمه که اگه عملی بشه کارخونه که جای خود کل مشکلاتمون حل میشه. میخواستم جای خودم یه کسی رو بهتون معرفی کنم. خیلی نگران کارخونه ای؟ خبمو؟ نیستی؟ اجازه بده خودم نسخه علاج این کارخونه رو بپیچم. میشه؟ من میگم در کارخونه رو ببندین، یه کلینیک مجهز لاغری بزنی. قول میدم سر یه سال درآمدش دو برابر کارخونه باشه. درد سرش هم کمتره. من که حرفی ندارم. شما این دورات رو ادامه بده، مدرکت هم بگیر، جا و وسالش هم با من. الناس ناراحت شدی؟ نه، میخوام برم یکم استراحت کنم. اینی که میگی بگو فردا بیاد با عرشی حرف بزن. مهم نیست. اصلا شایدم نایمد. فقط میخواستم بدونم من میتونم کسی رو معرفی کنم یا نه که فهمیدم نه. بگو فردا بیاد دیگه. حالا اگه دیدم خوب بود یه جای خودم واسهش دست و پا میکنم. کی هست حالا این؟ یکی از هم دانشگاهی هم. شاگرد اول دوره ما. باشه. بگو بیاد من خودم سفارشش رو به عرشی ها میکنم. شب بخیر. شب بخیر. چی شد فکراتو کردی؟ فکر چیو؟ به این زودی یادت رفت درباره شما؟ از یه چند روزی کارام رو قلب تک بیفته، بعدش با خیال راحت یه هفته با هم دیگه میریم شمال، ویلا رو میبینیم، هر کدوم پسند کردی شیشتونگشو میکنم به اسمت. من برای خودم نمیگم، گفتم شمال یه ویلایی داشته باشیم، یه وقتی که فشار کارت زیاد شد بریم اونجا یه آب و هوایی عوض کنی. میدونم عزیز منی تو. رندگان بسوسته می‌شوند که در صورت امکان آن را از دست می‌دهند. ماشین
اینی که الناز گفت و تو میشناسیش؟ نه چیزی به من نگفته. مانی کجاست؟ زنگ زد تو راه، الان میرسه. محمد خلیلی بزنی اونجا دست شما درست به اونو بر من بود. آقا جون یه چند تا متن میخواییم برای مهد نورا، لطفا بدون هماهنگی وارد نشوید و اینا. گفتم اگه براتون زحمتی نیست برای ما امشب بنویسین که فردا ببرم. باشه دخترم، برو برش تو بیار بنویس. قاسم امروز رفتی پیش آقا قاسم، چی شد؟ اون بنده خدا هزار جور خرج داره، از دختر دم بخت بگیر تو پسر سرباز بیکار، من چی برم بهش بگم؟ قاسم امروز رفتم پیش خانم نظامی، یه صندوق گذاشتن تو محل، هر کی نیاز داشته باشه بهش وام میدن، ازش خواهش کردم ما رو بذاره تو نوبت، بعدن حرف میزنیم، پیش بچه ها چیزی نگو. دست شما درد نکن. رضا الان کجا درس میدی؟ هر جا بهم شاگرد بدن، مدرسه، آموزشگاه، دانشگاه، علم کارمندی. رضا وقتی طراح سوالات نهایی دبیرستان شده خیلی شلوغ شد. راستی امیرعلی تو میتونی تدریس کنی؟ قطعا اگر یه چند تا از این شاگرداتو پاس بدی سمت من میتونم. دیدی که اگه دیه ندم. تو به فکر دیه نباش، من جورش میکنم، تو خورتخور پسش میدی دیگه. منم حالا فردا با مدیر آموزشگاه صحبت میکنم، یه کار میکنم یه دوست کلاس بهت بده بتونی بیای درس بده. اگه بشه که عالیه، حداقل تا زمانی که این طرحهای خودم به جریان بیفته. من دلم روشنه، ایشالا یه کار خوب پیدا میکنی، منم برات آسیم بالا میزنم. الو؟ بله؟ شما؟ آیدین چطوری؟ خوبی؟ قدم نورسیده مبارک. خب من تازه شنیدم. نه بابا کار کجا پیدا میشه؟ آره اتفاقا با خانمت صحبت کردم. واقعا؟ کجا؟ کی؟ باشه حتما. آره رو بفرست برام، من صبح اول وقت تماس میگیرم. نگم چی رو؟ شرمنده کردید، دمت گرم. سلام برسون، قربونت خودت. یکی از دوستای قدیم دانشگاه بود، پیشنهاد یه کار داشت. ایشالله مهندس خسروی رو میخواستم. مستقیم ساختمون نداری. دست شما درد. برجونه
بفهم. شما دقیقا کی فارغ التحصیل شدی؟ منظورتون فوق لیسانسه؟ آره دیگه، چون اینجا که نوشین اصلا لیسانس رو قبل سربازی گرفتی. راستش فوق رو اصلا نگرفتم، یعنی اونجا براتون نوشتم ترم آخر مجبور شدم که از دانشگاه بیام بیرون. البته الان دوباره درخواست دادم، امیدوارم که قبول کن. چرا؟ چرا؟ چرا ول کردین؟ دانشگاه رو میگم. دلایل شخصی. دلایل شخصی. خیلی هم خوب. بعد الان اینجا میبینم نوشتین که دو تا مدال المپیاد ریاضی دارین. چی میشه که یه درس و دانشگاه رو ول میکنین، میخواین بیاین تو این کارخونه کار دفتری و اداری بکنین؟ راستش توی تصادفی برادرم فوت کرد. بشت. خیلی ممنون. خانوادم شرایط خوبی نداشتن، مجبور شدم که بیام بیرون. بعد این دو سال چی کار میکردین؟ کار خاصی که بشه بشه اشاره کردی چی؟ خیلی خوب. حالا ما این فرمی که شما پر کردی رو بررسیش میکنیم، اگه لازم شد که با هاتون تماس میگیریم. خیلی ممنون. ببخشید آقا. بفرم. صاحب این کارخونه کیه؟ کارت چیه؟ هیچی، همینطوری اومده بودم برای استخدام میخواستم بدیم. مهندس یوسفیان. مهرداد یوسفیان؟ بله. دخترشون هم همینجا مشغولن، همین خانمی که الان رد شد؟ بله. سوال دیگه ای نداریم؟ خیلی ممنون. به سلامت. چیزی شده؟ انگارت خوب نیست. نه خوب نیست. اصلا الان خوب نیست. که اومدی سراغ من، تو بودی که اصرار داشتی مادرت با مادرم صحبت کنه. چی شده؟ یه دفعه چی عوض شده؟ یه بارم بهت گفتم خانواده من خیلی به هم وابستن، خودم هنوز درس و دانشگاه مونده، اصلا کار پیدا نکردم. تا
تازه دارم یه کاری را میندازم اونم اگه بشه. ببین تفره نرو، حرف اصلی تو بزن. یه واقعیت هایی هست که باید قبولش کرد. اختلاف طبقاتی، تفاوت فرهنگی. خانواده من یه خانواده سنتی و مذهبی هست. با خیلی از مسائلی که برای شما ساده و پیش پا افتاده است نمیتونن کنار بیان. ما حتی در مورد یه مراسم عروسی هم با هم اختلاف نظر داریم. عروسی یه شبه، اونو من حلش میکنم. ولی من مطمئنم بعدش هزار تا حرف و حدیث پیش میاد. چه حرف و حدیثی؟ چه میدونم همه حرفای علکی. این چرا اینجوری راه رفت، اون چرا اونجوری حرف زد، اون چرا اونجوری خندید، این چرا اینجوری پوشید. باور کن خانواده ما هیچ شباهتی به هم نداره، مخصوصا پدرت. من اصلا بعید میدونم این علاقه به ازدواج من داشته باشه. چرا جوری حرف میزنی؟ انگار دیدیش. نه ولی با تعریفایی که تو کردی میشه حد زد. بعدم مادر دربارش با مادرم کلی حرف زد. اونا سالهاست که از هم جدا شدن. این خیلی طبیعیه که مادرم نظر خوبی راجبش نداشته باشه. حتی اگه اینجوری هم باشه ما باید عقب بشینی؟ فکر میکنی به هم سادگی هست؟ من گفتم ساده است، میگم شدنیه. ولی خانواده تو یه جوری دیگه، توقعات مالی دیگه. همه چی که پول نیست. تو داری فوق لیسانس تو میگیری، دو تا مدال المپیاد، این همه هوش و استعداد. اصلا نگران اونا نباش، اونا با من، خودم راضیشون میکنم. مطمئن باش به انتخاب من احترام میذارم. ولی من نمیخوام خودم به اونا تحمیل کنم. تو دنبال بهونه ای، داری تفره میری. شیش ماه طول کشید جرأت پیدا کنی با من حرف بزنی. حالا چی شد؟ تا مادرت پشت تلفن یه نه از خانوادم شنید جا زدی؟ یه دفعه نظرت برگشت؟ تو تازه فهمیدی من واسه زیادی هم؟ لقمه بزرگتر از دهنت هم؟ مگه از روز اول همه چی رو نمیدونستی؟ من هیچی ندارم، نه خونه، نه ماشین، نه کار و سرمایه که بتونم باش خونه زندگی را بندازم. من که دارم. تو نداری، بابات داره. منم آدمی نیستم که بخوام اینا رو از پدر زنم کادو بگیرم. میخوام با منت جیب خودم داشته باشم نت. نمیخوام فردا بگم پسر با سر افتاده تو کوزه عسل. دوست ندارم به چش دوما سرخونه بهم نگاه کنن. پشیمون شدی؟ زمان میخوام، بعد فرصت بده خودم پیدا کنم. تا کی؟ تو که از صبح تا شب یا تو خیابون و قهوه خونه ها را افتادی دنبال برادر تو، داری قدم به قدم تعقیبش میکنی، یا به بچه های بی سرپرست و بچه های کار درس میدی. پس کی قراره واسه خودتو من وقت بذاری؟ خودم میدونم دارم چیکار میکنم. نه نمیدونی، تو اونقدر خودخواه و مغروری که هیچ کس و هیچی واسه مهم نیست. میشه این بحث رو تمامش کنی لطفا؟ آره تمومش میکنم. اما الان فقط یک کلمه میخوام ازت بشنم، هستی یا نه؟ واسه خودم متاسفم که فکر میکردم با بقیه فرق داری. سلام. خوبین ساره خانم؟ ببخشید مزاحم شدم.
زنگ زدم بابت لطفتون تشکر کنم. خیلی ممنون، لطف کردید. اما راستش باورم نمیشه این ماجرا همش سوء تفاهم یا اتفاق بوده. میدونم شما قصد کمک داشتین، ولی به هر حال من ترجیح میدم شانسم رو جای دیگه امتحان کنم. فقط یه زحمتی براتون داشتم. لطفاً به الناز زنگ بزنید، از طرف من ازش عذرخواهی کنید. چه میدونم، بگید که یه جای دیگه مشغول به کار شده. کی آیدی؟ کجا؟ کی؟ باشه، پس من باهاتون هماهنگ میشم که برم ببینمش. مخلص آقا امیرعلی. سلام بارم. سلام. چطوری؟ آزادیت مبارک. خیلی خوشحال شدم خبر آزادیتو شنیدم. یه کابوسی بود که بالاخره تموم شد دیگه. بعد اتفاقی که واسه پیمان خدا بیامرز افتاد، منم یه مدت رفتم تو غار تنهایی خودم. حالم بعد جوری خراب بود. حیف شد ولی ادامه ندادی. شریکای خوبی میشدی. قسمت نبود دیگه. چه خبر؟ بالاخره از اون زیر پله اومدی بیرون یا نه؟ آره، الان سر همون کوچه مغازه دارم، کار موبایل و تعمیرات انجام میدم. بدی نیست. به سلامتی. اگه وقت کاری چیزی بود حتما بهم بگو. فدای مهربونیت. تو اگه محبت کنی و امانتی های پیمان رو ازم بگیری و حسابش رو صاف کنی، یه دنیا واسم ارزش داره. کدوم امانتی؟ سفته ها دیگه. سفته؟ یادت رفت نو کردم؟ پیمان بابت شراکت اون چند تا سفته پیش من گذاشته. خودت پشتشون امضا زدی. ولی پیمان گفت همه حسابش رو تسویه کرده. تسویه کرده؟ بیخیال. یعنی میخوای بگی نمیدونی پیمان از من 200 میلیون پول نقد گرفته؟ پول گرفته؟ آره. پیمان گفت قد 200 میلیون قراره تو کار شریکش کنی. بابت این قضیه هم سفته میگیری که وقت داستان نشه. بعدم که به اختلاف خوردی به همیش تمام شد. پیمان جاز زد، گفتی 20 میلیون میخواد یه جا دیگه سرمایه گذاری کنه. سفته ها رو داد، پول همان گرفت. الان یعنی شما 200 میلیون از پیمان طلب کاری؟ آره داداش، پرینت بانکیش هم هست که به حسابش واریز کردم. میارم و سرد سردر نمیارم. پوله الان کجاست؟ چیکار کرده باشه؟ اون دیگه من خبر ندارم. تو جایی که به من مربوط میشه، پیمان 200 میلیون بهم بده، کاره بابتش هم سفته بهم بده. زامنش هم خودتی. خب تو این دو سال کجا بودی؟ چرا الان اومدی؟ وقتی اون تو بودی دلم نیومد تو سفته اقدام کنم. داستان شما سر سب کردم بیای بیرون مرد و مردونه با هم تصفیه کنیم. از قدیم گفتن طلبکار زنده بده کارشو میخواد. اون تو که باشون سفته واسه من پول نمیشه. من که الان توان پرداختشو ندارم. پول زیادیه. دو سال پیش زیاد بود اون کردن. الان هیچی نیست. دو سالی که اون تو بودی وضع خیلی فرق کرده. راستش منم رو این پول حساب کردم. یه مادر مریض و هزار جور خرج رو گرفته بود. جونتو لنگم. شما که دو سال صبر کردی، چند ماه هم صبر کن جورش میکنی. چند ماه خیلی زیاده. با چند روز میتونم کنار بیام. بایزت راستی به حاج و حاج خانم خیلی سلام برسون. دلم واسه شون تنگ شده. شاید این روز اومدم یه سری بهشون زدم. شما بگو چی بگم؟
ماجرای این پسره که فرستاده بودیش بیاد کارخونه برای استخدام چیه؟ ماجرایی نداره. گفته بودم که قراره یکی از بچه های دانشگاه رو معرفی کنم. معرفی کردم، رفت پیش عرشی و مصاحبه. فکر کردم ماجرات با این پسره تموم شده. کدوم پسره؟ دیگه هیچی بین ما نیست. مگه تو هنوز میبینیش؟ نه، سارا گفت دنبال کار میگرده، منم معرفیش کردم واسه مصاحبه. همین. به من دروغ نگو. من چرا باید به شما دروغ بگم؟ فکر کردم جوون تحصیل کرده مثل اون به دردتون میخوره. خودم هم که دارم میرم. به هر حال من فقط به یه نفر نیاز داشتم که بذارمش جای تو که گذاشتم. اون که شما گذاشتید جای من واسه تون کار نمی کنه. درباره کی حرف میزنین؟ برادر کوچیکه گوهران؟ بله. الناس خانم، شما از مناسبات من و گوهران خبر نداری. ما قراره پروژه‌های بزرگی با هم کار کنیم. بعدش هم اگه گوهران نبود فکر میکردی تو مزایده من میتونستم با این قیمت این کارخونه رو به دست بیارم؟ اگه منظورتون از پروژه کارهای غیر قانونیه پدر من، که به نظر من اصلا واردش نشید. اونا کار خودشونو بلدن، اما شما چی؟ اصلا میدونید قواعد این بازی رو؟ ما باید وصلشیم به همچین آدمایی. غیر از این باشه اصلا نمیتونیم دووم بیاریم. این قاعده بازیه. بازی برد برد، دو سر سود. تازه خود این پسر هیچ کاره است. قراره بیاد کارخونه ماهیانه یه چیزی بگیره بره. کار اصلی رو خود گوهران انجام میده. بابا جون من اصلا نمیدونم شما دارید چه کار میکنید، ولی به خاطر همین روابط غلط اون بیرون پر شده از جوانای نخبه‌ای که بیکارن. کارخونه الان تو بحرانه، تو ضرره. شما باید کسایی رو به مجموعه اضافه کنید که متخصص باشن، بتونن یه تکونی به وضعیت کارخونه بدن، نه اینکه با رانت و رابطه برید سراغ آدمایی که نه تخصص دارن نه اصلا دغدغه کار کردن دارن. اینقدر شعار تحویل من نده الناس. اینا همش یه مش حرفای مفت و پوچه که فقط به درد سرتیتر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها می‌خوره. این پسره هر چقدرم که کار نابلد و بی ارزه باشه باید تو این کارخونه بمونه، چون برادرش برای من برگ برنده است. نمیتونم به همین راحتی ازش بگذارم که. ولی آدم ها باید بر اساس شایستگی خودشون رشد کنن، نه ثروت و قدرت اطرافیانشون. داری اشتباه میکنی دختر. پول مثل حس شیشون میمونه، اگه نباشه بقیه احساس آدم هم کار نمیکنه. شایستگی فقط یه صفته که به راحتی میشه با پول خریدش. اصلا باورم نمیشه که یه همچین تعریف عجیبی از شایستگی پیدا کردین. محشی جون ممنون، خیلی خوشمزه بود. نوشه جون غذا تو بخور. عمه میگه مصاحبت خوب نبوده. آره نشد دیگه. فدا سرت. کار پیدا کردم پوست کلوف میخواد و کفش آهنی. مهم اینه که ناامید نشی. بعدم برای تو کار کم نیست، تو نابغه ریاضی، مغزت خوب کار میکنه. درسته هیچ استعدادی نداری. رضا جان، امروز بهرام اومده بود سراغم. برام که؟ همون پسری که تو کار گوشی و قاب و ایناسی یه مدت با پیمان میخواست شریک بشه. آها، یادم افتاد.
بچه بعدی نبود، هوای پیمانو داشت. میگه پیمان 200 میلیون بهش بده کاره. 200 میلیون؟ پولشو میخواد. شوخی میکنی؟ کوه کجاست؟ سفته داره دستش. خودم پشتشونو امضا کردم. وقتی زندان بودم فکر میکردم تو رفتی سراغش. من اصلا خبر نداشتم. ببینم راست میگه؟ پرینت بانکی داره. رضا اگه این قضیه راست باشه اقدام کنه منو میتونه دوباره بندازه اون تو. نه بابا، مگه کش که راضیش میکنیم. امیرعلی، قرار نیست دوباره تو این خونه اتفاق بعدی بیفته. قصه نخوری ها، حلش میکنی. شب خیر. بفرمایید. چیزی شده؟ من از شما خواستم کمک کنین یه نفر اینجا استخدام بشه، چون فکر میکردم آدمه به درد بخوریه. بعد شما رفتین پیش پدر من زیرابشو زدین؟ من زیرابشو زدم؟ نه خانم، من فقط رفتم با پدرتون در مورد استخدامش حرف زدم، همین. اتفاقا هم زیرابشو زدید، هم فرش قرمز پهن کردید واسه کسی که خودتون دوست دارید بیاد. نه اشتباه به عرضتون رسوندم. اول اینکه من اینجا موکتم برای کسی پهن نمی کنم، چه برسه به فرش قرمز. ثانیاً اینکه این شاخ شمشادی که شما دارین میگین ثمره صخر زعفرانی پدر خودتون و با برادر ایشون، خودشون بریدن دوختان. من اصلا هیچ کارم. اه چه جالب، نمیدونستم این همه حقوق میگیرید که اینجا هیچ کاره باشید. میگم حالا این آقای محترم کی هست که شما به خاطرش اینجوری شمشیر عروب هستین؟ یه همکلاسی، یه آدم گرفتار، یه تحصیل کرده بیکار، یه آدم که تحصیلات داره پارتی نداره، اهل زد و بندم نیست. خیلی خوب، اگه اینقدر مهمه که یکی دو روزی به من فرصت بدیم ببینم چیکار میتونم بکنم. خیلی کاری برای جور میکنم، البته نه به عنوان جانشینی شما، یه کاری هم گوشمون شادی که. الو، سلام استاد، چطوری؟ روبراهی؟ فسقلیت خوبه؟ منم خوبم. اتفاقا خواستم بهت زنگ بزنم. آره اومد مصاحبه. هیچی دیگه، دنبال کاراشم که اگه خدا بخواد از هفته دیگه بیا سر کار. منم نمیدونم چی تو سرشه، فقط زنگ زده با آیدین و عذرخواهی کرده، گفته این کارو نمیخواد. نگفت چرا؟ نه ولی فکر میکنم فهمیده کارخونه مال پدر توه. ببینم الناز،
تو مطمئنی تو کارخونه امیرعلی تو رو ندیده؟ چرا دید؟ با حدس می‌زدم. از خجالتش قبول نکرده. بالاخره رفتار خوبی با تو نداشت. مهم نیست. دیگه دوست ندارم حرفاشو بزنیم، ولش کن. ببخشید. تقصیر من شد که بهت گفتم. اینطوری اعصاب تو رو خرد کردم. نه واقعا میگم برام مهم نیست. گفتم که من خیلی وقت فراموشش کردم. اصلا چه بهتر، من خودم کلی گرفتاری دارم. حالا اینم از راه میرسید میشد قوز بالا قوز. اینو جدی میگی؟ آره باور کن کاملا جدی میگم. باشه، خداحافظ. سلام برسون، خداحافظ.